لبیک اللهم لبیک. آمدم گرد حریمت که طوافت کنم، آمدم بر تو توکل کنم. ان الحمد والنعمت لک. آمدم نزد تو آدم شوم، آمدم بندگیم را به تو محکم کنم. لبیک حجا حقا. آمدم تا به منا ما و منیت کشم، آمدم بوی خدا گیرم و اطهر شوم. لبیک ذا النعماء. آمدم دیو بدندیش خاکش کنم، آمدم بار دیگر نفس مکرم شوم. لبیک و سعدین. آمدم مست ز سرچشمه زمزم شوم، آمدم تا که به تکریم الهی رسم. لبیک اله الحق لبیک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله. با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با ویژه برنامه سرزمین توحید در خدمت شما عزیزان هستیم در دومین روز از حج و نهمین روز از ماه مبارک ذی‌الحجه. دعوت کردیم از استادان عزیز، استاد حسینی و همچنین دکتر عباد، که قبول زحمت فرمودن و در این ویژه برنامه و در این مدت انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود و استفاده وافی و کافی رو از ایشون خواهیم بود. استاد خیلی خوش اومدید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم، ممنون و خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترم عرض ادب و سلام دارم. در این روز بزرگ، روزی که خود پیامبر فرمودند الحج عرفه، حج عرفه هست، حضور در عرفات هست، مهمترین رکن از ارکان حج هست. این روز روز بسیار بسیار بزرگی است که خداوند در این روز به بندگانش که در صحرای عرفات جمع شده اند، و سنت است که دیگه بعد ظهر، بعد از زوال دیگه در اینجا حضور پیدا کنند و مشغول به دعا بشن تا عصر. در این روز خداوند به این بندگان خودش مباهات میکنه، به فرشتگان میگه نگاه کنید که این همه از سرزمین های دور اومدن، خواستار رحمت من هستند. خداوند ما را هم شامل رحمت خودشون قرار بدن. خیلی خوشم. استاد عباد در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و على آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم احسان الى يوم الدین. اما بعد، بنده هم خدمت شما و همچنین استاد محترم و دستندرکاران برنامه و بینندگان عزیز و محترمون عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که خداوند اعمال نیک اینها را در این روز مهم و پرفضیلت و این روزی که خداوند بندگانش رو عموماً اونهایی که خواستار این باشند از بند و از آتش نار و جهنم رهایی می‌بخشد، و همچنان که استاد اشاره فرمودن و در حدیث صحیح اومده، ما و شما و سایر بینندگانمون همراه حجاج از کسانی باشیم که خداوند به آنها مباهی میکنه و آنها را احمال نیک آنها را به فرشتگان نشون میده و آنها را شاهد میگیره که همه این بندگانی که در اطاعت دارن به سر میبرن، آنها را مورد بخشش و عفو خودش و عتق از جهنم قرار میده. خیلی ممنون، متشکرم. خب دوستای عزیز و بیننده، از همکنون میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره تماس هایی که دوستای عزیز در اتاق فرمان زحمت میکشن و صبح زود اومدن و به هر حال در تلاشن تا برنامه هرچه بهتری را خدمت شما عزیزان ارائه بدن، زیرنویس میکنن، میتونید با ما در ارتباط باشید و موضوع این برنامه ما و این ساعتی که در خدمتتون هستیم خاص در مورد عرفه است، روز عرفه. میخواییم بدونیم چیه، چه فضایلی داره. حجاجی که الان در صحرای عرفه هستن مشغول چه کاری هستن و باید چه کارهایی رو انجام بدن، در این مورد دوست داریم صدای شما رو هم داشته باشیم و پذیرای صدای گرم شما حتما خواهیم بود. استاد حسینی، میخواییم در مورد صحرای عرفه یا خود عرفه حرف بزنیم. چیه این صحرای عرفه؟ کجاست؟ اصلا چرا بهش میگن عرفه؟ علت این نامگذاری و این اسم چیه؟ کلمه عرفه در حقیقت، حالا میتونیم بگیم به معنای آشنا شدن هست. مردم در این روز با همدیگه آشنا میشن، و یا چه بسا این معنا را ذکر نکردن، اما میشه اینو قرار داد که
به معنای بوی خوش هست. بله. تعرف و فی وجوههم در معنای این تعرف هم دیده شدن هست، هم به معنای به حساب بوی خوشی که از انسان میاد. بله. حالا این روز هم میشه گفت که روزی است که مردم با هم آشنا میشن، مردم بیشتر با خداوند آشنا میشن و رحمات و برکات خداوند بر اونها نازل میشه، بوی خوش رحمت خدا بر اونها میاد، چرا که خداوند در این روز بندگانش رو مورد مغفرت و بخشش قرار میدن، فرشتگان رو مورد گواهی قرار میدن که من اینها رو مورد بخشش قرار میدهم. این به طور کلی در مورد کلمه عرفه معانی مختلف هم گفته شده که در حقیقت نمیتونیم دلیل صحیحی از قرآن و سنت برای اون داشته باشیم. ولی این قضیه را من متذکر بشم بار دیگه که روز عرفه فضیلت بسیار بزرگی داره، از این جهت که خداوند شب قدر رو معین نکرده، مشخص نکرده و در این ده شب آخر قرار داده در رمضان، اما روز عرفه را مشخص کردند. روزش مشخص است، 9 ذی‌الحجه و امروز در شب قدر فرشتگان نازل می شوند همطور که در قرآن هست، تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر، با دستور پروردگار فرشتگان و جبرائیل نازل می شوند. اما در روز عرفه خداوند نازل می شوند و رحمت خودش رو شامل بندگان می کنند. پس این مجال هست اگر ما در این روز در صحرای عرفات نصیب اون نشده که حضور داشته باشیم، لااقل این روز رو درک کردیم، این روزی که مشخص هست و پیامبر هم فرموده که روزه این روز باعث بخشیده شدن گناهان انسان میشه. یک سال گذشته و یک سال آینده گناهان کوچک، البته وقتی که انسان بایستی این احادیث رو میشنوه در مورد این گونه روایت هایی که پیامبر فرمودن که این کار رو انجام بدید، روزه عرفه بگیرید که گناه یک سال قبل و بعد مورد بخشش قرار میده، معناش این نیست که هر کی روزه رفت تموم شد. همونطور که هر کس هم که رفت حج، معناش این نیست که دیگه حجش مقبول هست، بلکه فرمودن که حج مبرور، حجی که مبرور هست. حج مبرور هم حجی است که بر اساس دستور خدا برای خدا باشه، از درگیری در حج خودداری کنه. پس وقتی که این بشارت پیامبر اومده که روزه این روز باعث بخشش گناهان میشه، یعنی انسان باید خیلی خالص باشه، خیلی صادق باشد در این روز با خدا باشه، واقعا از کارهایی که سبب میشه که عمل انسان از بین ببره خودداری کنه. در این مورد صحبت های بیشتری خواهیم داشت. استاد عباد، یکی از برحال دوستان، ما همین حدیث رو در صفحه فیسبوک شبکه جهانی نور قرار دادیم که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید اگر کسی روزه عرفه رو روزه بگیره، گناه سال قبل و سال بعدش مورد بخشش و آمرزش قرار می‌گیره. به هر حال دوست عزیزی کامنت گذاشته بود، خب اگه اینجوریه دیگه هر کاری می‌خوای انجام بده، دزدی بکن، قتل بکن، فلان بکن. این حدیث رو دوست دارم شما بیشتر توضیح بدید، آیا منظور از این بخشش چیه و اگر این بخشش به صورت عام نیست و گناهان خاصی مد نظر هست چه گناهانیه؟ بله، این حدیث صحیح است، چون که برادرم اشاره فرمودن که کسی که این روز رو بگیره سبب بخشش گناهان دو سالش، سال گذشته و این سال خواهد بود. بله. اما ببینید، حقوقی که انسان بر اون واجب هست و حقوقی که بر اون مترتب هست، ما دو نوع حقوق داریم. یکی هست حقوق مربوط به خالق هست، حق الله هست، و حق دیگر حق الناسه. اگر ما بخوایم
این رو بر اساس این تقسیم بریم پیش و حدیث رو بخوایم معنا کنیم، ببینید اون چیزی که مربوط باشه به الله تبارک و تعالی، اون چیزی که بین عبد و خالقش باشه، در اصل زیر در پوشش این حدیث قرار میگیره. این حدیث اون رو میپوشانه. یعنی چی؟ یعنی این که این معنای این حدیث شامل حال این فرد خواهد شد، زیرا که خداوند عز و جل از صفاتش اینه که چیه؟ ظلم نمیکنه، درسته؟ بله. طبعا کسی که عمل کرد به اندازه عملش چیه؟ بلکه به اضعافش خیراتش رو چیه؟ نصیبش خواهد کرد. پس اون چیزی که بین بنده و بین خالقش باشه، حالا نماز نخونده، روزه نرفته، حالا ضرر به کسی نرسونده، به هر حال حق کسی رو بالا نکشیده، دروغ گفته باشه به عنوان مثال، اینها بله مورد عفو و گذشت خواهد بود. اما اگر تجاوزی قرار گرفته باشه به نسبت حقوق دیگران، حقوق افراد، دزدی کرده باشه، حق کسی رو به هر حال پایمال کرده باشه، اینها عفو گذشت نداره. این چیزها اون رو نمیگه. یعنی شخص میتونه نماز نخونه، امروز و روزه بگیره، دیگه بگه. ما دو چیز داریم باز. بله. یک تقصیر داریم که خداوند از تقصیرات میگذره، درسته؟ بله. اما بعضی موقع ما تقصیر نداریم، بلکه بله ما که کوتاهکاری در طرف کوتاهکاری میکنه نسبت به وظایفی که داره، یعنی انجام نمیده. پس دو شی داریم. اگر انسان یعنی انجام بده و به اندازه استطاعتش حالا نواقصاتی درش هست، این طبیعی است که مورد عفو خداوند قرار خواهد گرفت. اما اگر اصلا انجام نده، این دی تحت مشیت الهی قرار بگیره، ان شاء غفر و ان شاء عذب، زیرا که در اصل میبایسته چیه؟ مجرم هستیه. بله. میبایسته باید جزاشو بده. اما اونایی که مورد عفو قرار میگیره، اون تقصیراته یا اینکه لغزش هاییست که از فرد چیه؟ صادر میشه، ازش سر میزنه. ببینید هر نه تنها این روزه مختصه که رسول الله صلی الله علیه و آله اینو معین کرده، اما ما احادیث زیاد داریم. هر جمعه با جمعه کفاره ما بینهما هست، روزه رمضان تا رمضان کفاره ما بینهما هست، حج تا حج کفاره است، وضو که میگیرید همچنین کفاره هست. یکی میاد از رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که یا رسول الله من گناه کردم، یکی رو بوسیدم، رسول میگه ما نماز نخوندید الان، گفتیم کفارش. پس ببینید تقصیرات، زلل، لغزش ها، اینها مورد عفو گذشته است. اما اون حقوقی که ضایع شده از حق افراد خاصی، این برمیگرده به اونا. اون صاحب حق است که میتونه حق خودش رو ببخشه. پس خداوند ظالم نیست که حق دیگران رو ببخشه. درست. استاد حسینی، الان ما روزه هستیم، آیا حجاج، کسایی که به هر حال در همین تصویری که دوستان الان میتونن ببینن، آیا اونام باید روزه باشن؟ حجاج نه، چون در اون روز در سرای عرفه هستن، مشغول طاعات و عبادات هستن، دیگه روزه بر در حق اونها مشروع نیست. اما بله. روزه برای کسانی است که در حج شرکت ندارن. بله. تشویق شده این گونه. و خلاصه ای صحبت استاد عباد این بود که گناهان و صغیره و کبیره هست. بله. اون چیزی که این احادیث فرمودن که روز عرفه گناهی بخشه، در مورد گناه صغیره است. گناه کبیره اینطور که دکتر بادم گفتن نیاز توبه هست، به برگرداندن حق هست. نماز نخونده، حالا میخواد برگرده، بعد توبه کنه. درست. حق طرف بعد بر بگردنه، با توبه کنه بر بگردنه حقو. چون دزدی کرده باید حقو. آره، الان دیگه شما روزه بگیرید، حتی روزه فرضش هم که بگیرید، اون حقو بر نمیگردونه. درست. یعنی اینکه گناه را شما پاک نمی کنه. بله، گناهی که بین من و خداست، حالا نماز نخوندم، روزه نگرفتم، توبه کردم، بازگشتم، خدا می بخشه. همین شرط توبه است. پس گناهان کبیره نیازمند این است که انسان توبه کنه. این احادیث که اومده، به اضافه احادیثی که دکتر عباد اشاره کردن در مورد وضو گرفتن، نماز خوندن، مسئله جمعه تا جمعه، نماز تا نماز و رمضان تا رمضان، حج تا حج یا عمره تا عمره، همه اینها که گناهان رو میبخشد، صحبت از گناهان صغیره هست، کوچک هست. و این بیانگر اینه که انسان چقدر اشتباه میکنه. درست. چقدر گناه میکنه و چقدر خداوند مهربان هست، ذاتی پر از مهر و محبت.
که میخواد به هر نحوی شده، به هر بهانه‌ای که شده، بندگان مورد بخشش و مغفرت قرار بده. وگرنه همین سقایر وقتی جمع بشه، خب مگه کوه چگونه ساخته شده؟ مگر قطره قطره میگی که جمع بشه ونگهی دریا شود؟ بله درست. این همطور در حدیث هم هست که میگه گناهان صغیر است که کم 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 جمع میشه و انسان از بین میبره. خب این گناهان صغیره پیامبر فرمودن که انسانی که مؤمن هست، یعنی منظور اینه که هیچ وقت انسان به دور از گناه اشتباه نخواهد بود، اشتباه میکنه. حالا خداوند بندگان مؤمنش مورد مغفرت و رحمت قرار میده. این عبادت رو انجام دادی، اون گناهان کوچیکی که وقت انسان حتی متوجه هم نباشه. آخه چون گناه این نیست که من فقط برم یه کار زشت انجام بدم. وقتی انسان غافل شدن از یاد خدا خودش گناه هست دیگه. بله درست. چقدر غافل میشیم از یاد خدا، چقدر در ذهن خودمون کلنجار میریم، با خودمون خودخوری داریم، با در مورد دیگران داریم یه چیزی میگیم در ذات. خب اینها همه مشغول شدن از به یک چیزهای نادرست نیست که نیاز هست که انسان اگه اینها جمع بشه انسان هلاک میکنه، از بین میبره. حسین، حالا این فضایلی که گفته شد برای کسی که به هر حال در اون سرزمین مقدس نباشه، اما خب برای کسایی که اونجا هستن آیا فضیلت خاصی هست برای حجاجی که الان اونجا هستن؟ بله، در اصل قضیه اونها هستن. ما دنباله اونها شدیم دیگه، از برکت اونها، اونهایی که در مکه نیستن، در سر عرفات نیستن، این روزه قرار داده شده تا وسیله بشه برای بخشش گناهانمون، گونه که اونها اونجا مورد بخشش قرار میگیرن. وقتی که در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که در این روز خداوند بندگان زیادی را مورد مغفرت و رحمت قرار میده، در این روز شیطان بسیار حقیر و ناچیز و احساس حقارت میکنه، چون میبینه که واقعا چه رحمتی از سوی خدا بر بندگان نازل میشه و این همه انسانها اومدن در این صحرا جمع شدن. همه اینها باعث میشه که چقدر شیطان احساس ذلت خاری کنه و در مقابل این رحمت خدا که شامل بندگانش میشه که اونها مورد بخشش و مغفرت قرار داده. بله. خب استاد، بله، عباد الان تصاویرم دوستای بیننده میبینن الان دقیقا حجاج دارن چیکار میکنن، مشغول چه کاری هستن و چه اعمالی الان باید انجام بدن؟ همچون که میبینیم الان مردم از مسجد نمیر خارج شدن، نماز ظهر و عصرشون رو به صورت جمع و قصر خوندن. بله. الان دیگه وارد صحرای عرفه دارن میشن و اون محلی که نشون میداد قبل از این همون جبل الرحمه هست که حالا نام گذاشته شده به نام جبل الرحمه. معمولا سنت بگیم یا بگیم که واجب اینه که در صحرای عرفه امروز تمام حجاج اونجا بیستن و تا غروب اونجا باشن. اگه کسی نرسه الان به هر دلیل میشون وقت، کسی که نرسه الان وقت براش ادامه پیدا میکنه تا آخر شب. بله. تا قبل از فجر اگر بتونه برسه به این صحرا حجش درست هست، اما اگر ازش فوت بشه دیگه رکن حج، رکن اعظم از دست داده و حجش درست نیست، فاقد رکن شده. و اینجاست که رسول الله میفرماید الحج و عرفه، حج عرفه است، یعنی این که حج خلاصه شده در چی؟ در صحرای عرفه. و رفع نگفته نمون که این از صحرا و این یوم اصلا، این روز اصلا یک نمای دیگری هست از اسلام. ببین همه شما همه مردم رو الان در یک رنگ میبینید، در یک لباس میبینید، در یک شکل میبینید، به هیچ عنوان شما هیچ تفاوتی بین افراد چیه شما مشاهده نمی کنید، نمیتونید بفهمید که این امیر هست یا این رئیس هست یا این آقاست یا این به هر حال سید یا این هر کسی به خود باشه. همه یک رنگ، همه یک نواخت، همه با همون لباس و با همون. ببینید هیچ وقت جاه رو باز نمی کنه برای اینکه به این فرد بزرگ هست یا نه. میخوام میگم که ببین دین داره به ما میاموزه که چیه. دین همون دین مساوات هست، دین برادری هست، دین به هر حال فخر و خودخواهی و قومیت نیست، بلکه دین اسلام دین است که همه با هم چیه برادرن. همه اون که رئیس هست و اون که مرؤوسه، اون که امیر هست، اون که به هر حال
حالا تابع است و مطبوع، همه اینا چی در یک سطح هستن. اینجا فقط اون کسی به خدا نزدیکتره که اخلاصش بیشتر باشه. اینجا رو در اصل الان مردم با شرطن دارن چی با خداوند با الله راز و نیاز میکنن. اینجا دیگه کسی امام زمان رو نمیشناسه، اینجا دیگه کسی ولی رو نمیشناسه، اینجا کسی دیگه به عنوان حالا صاحب قبر کسی رو ندا نمیکنه. اینجا همش فقط اخلاص، فقط لا اله الا الله. خیر دعا دعا یوم عرفه هست، بهترین دعا دعا روز عرفه است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند. بهترین دعا که من و انبیاء قبل از من گفتن چیه؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. این بهترین دعاست. ببین دعایی که چیه؟ داره توحید رو اثبات میکنه، دعای الوهیت. متاسفانه بله. استاد عباد، باز هستن کسانی که در این باز سرزمین مقدس و در این جای مبارک که باید فقط ندای توحید و اکتا پرستی همه با هم این ندا رو سر بدن، متاسفانه باز اونا هم ندای شرک و خرافات و قبر پرستی و ندا از غیر الله رو متاسفانه در اونجا هم فراموش نمی کنن و باز با توسل و نمیدونم استغاثه و استعانه از غیر الله اون عقاید خودشون رو اونجا فراموش نکردن. اگر چنین چیزی باشه تبعیض که اون افراد شامل این احادیث واقع نمیشن، زیرا اینجا خداوند عز و جل هست، الله تبارک و تعالی است که مواهی میکنه، یعنی چی؟ افتخار میکنه به اینهایی که دارن چی او را ندا میکنن. بله. اون را به الله، الله بودنش رو چی اعتراف دارن، اونا رو او رو میپرستن. اینجاست که خداوند اون ملائکه رو ندا میکنه و که از قلوب اینها و از دعای اینها آگاست، اونها رو مطلع میسازه از حرکت اینها، از ندا اینها، که اونها رو شامل عفو و گذشت خودش قرار میده. اگر غیر از این باشه فلا حول ولا قوه الا بالله، طبیعی است که مورد عفو الهی قرار واقع نمیشن. کسی که ندا میدنی باید اون رو ببخشه، این طبیعی است. یعنی استاد حسینی، به غیر از لا اله الا الله همونطوری که دکتر عباد گفتن، آیا ذکر خاص دیگه هست مشروع باشه در این روز، روز عرفه که حجاج بگن؟ نه، چیزی که هست ما که اینجا هستیم تکبیر میگیم. بله. چون تکبیر گفتن در این ایام بسیار با فضیلت، ایام ایام تکبیرات هست، از اول ذی‌الحجه تا 13 که عصرش تا قبل از مغرب دیگه. بله. مغرب که شد دیگه منقطع میشه. حالا لبیک گفتن و تکبیر گفتن دیگه از ویژگی های بارز این ایام مبارک هست. انسان دائما لبیک بگوید در هر حالتی که هست. حالا بعد نمازها به عنوان لبیک و تکبیر مقید هست که بعد نماز میگیم، ولی شما در هر حالتی نشستید، حالا ما تو برنامه اگه شروع کرده بودیم هم خوب بود. درست. با لبیک گفتن، با تکبیر گفتن، چون از ویژگی های این روز هست. در تکبیر شما الله را بزرگ می دارید. لبیک وقتی میگید ندای خداوند را اجابت می کنید و اعلان می کنید که من بنده تو هستم و فقط تو را می پرستم. وقتی که انسان میاد اینها را میگه، به زبان بگه، اما در عمل میاد برای خدا شریک قرار میدهد، شامل این احادیث حتی این روز این روز هم نمیشه. وقتی که کسی این اعتقاد داشته باشه برای خدا شریک قرار میده، حالا روزه هم که بگیره، این روزه زمانی است که تازه ما میگیم برای گناهان صغیره هست. این گناهان صغیره هم مورد بخشش قرار نمیده. وقتی که شرک میاد عمل انسان رو باطل میکنه، اونهایی که اساسیات شما انجام میدید، اونهایی که فرض هست انجام میدید، اینها رو هم باطل میکنه، خب اعمال کوچکتر که دیگه من باب اولاست. پیامبر فرمان که حج مبرور، حجی که اصل شعار اون توحید هست، یک تا پرست نیست، فقط الله پرستیدن است. وقتی انسان بره اونجا بار دیگه غیر خدا را بخونه، پیامبر باشه، فرشته باشه، هر انسان غیر خدا، هر کی باشه، این اصلا حج انسانو بیارزش میکنه. اصلا خدا فرموده که کعبه و سرزمین حرام هدایتیست برای جهانیان، و طهر بیتی، خانه ام را پاکیزه گردان. ما میریم اونجا که اونجا توحید یاد بگیریم. خیلی جالب است که همین توحید یاد گرفتن خیلی ها هستن، وقتی میرن اونجا واقعا توحید یاد میگیرن. با اینکه تبلیغات زیادی هم میشه که آقا اینها وهابی هستن، گوش نکنید حرفاشون، فریبشون نخورید، مواظب باشید، اما میبینیم که به قول خودشون تلفات میدن.
خب اینجا مرکز توحید هست. تو هر چی بخوایی که چشم گوش کسی رو ببندی، من یاد این میفتادم وقتی که اینقدر تبلیغات میکنن که آقا اونجا که میرید مواظب باشید، اینها وهابی هستن فلان، عیناً زمانی که صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه بودن، به خاطر اینکه وقت سخنان پیامبر رو میشنیدن متاثر میشدن. خب داره خیلی منطقی درست صحبت میکنه، با عقل انسان صحبت میکنه. خب هر کی میومد آقا میگفتن مواظب باشید اینا، این دیوونه است، یا بعضی حتی پنبه تو گوششون میکردن، دست تو گوششون میکردن که حرف پیامبر رو نشنون. که سهیل ابن کی بود که اون توفیل دوسی بود که شاعر بود، میگه پنبه تو گوشیم کردم، بعد به خودم گفت آقا من که آدم عاقلی هستم، شاعر هستم، میتونم تشخیص بدم ببینم محمد چی میگه. گرفتم گوش کردم، ایمان آورد. یعنی خدا این سرزمین و سرزمین هدایت قرار داده، سرزمین امنیت هست، سرزمین هدایت هست، سرزمین توحید هست. و طهر بیتی اولین خانه است که درست شده برای توحید. اینه که خیلی ها وقتی میان اینجا واقعا موحد میشن، چه حالا ایرانی باشن چه غیر ایرانی، اینقدر روشون تو گوششون خوندن که مواظب باشید، پای حرف اینها نشینید، اینها گمراهتون میکنن، یه برخورد خوبی میبینن، سخن خوبی میشنوند، متاثر میشوند، میگن که آقا چیزایی که دارن میگن که اینگونه نیست. اینه که اینو میگیم به تمام برادران، چون فارسی صحبت میکنیم، فارسی زبان هامون، واقعا حرف حق انسان باید بشنوه. بشنو با این وهابی داره چی میگه، میگه واقعا وهابی است؟ اصلا ما چیز به اسم وهابی نداریم، فقط یک انگی شده، یک مهری است که آماده است هر کس که بخواد مخالف خودش رو بزنه میگه وهابی. خب بشنو ببینم چی میگین وهابی، آیا غیر از قرآن و سنت چیزی میگه؟ اگه غیر از قرآن و سنت گفت ما قبول نکنیم. استاد حسینی، حالا جالبه، یعنی به غیر از گوش دادن ممانعت میکنن. حتی من فامیلای نزدیک خودمون که به حال به حج رفته بودن یا به عمره حتی رفته بودن، یعنی سرکاروان بهشون گفته بود که حق ندارید کتابایی که بهتون میداد تحویل بگیرید، چون به زبان فارسی خیلی از کتابهای توحیدی و رد شبهات چاپ شده و به صورت هدیه به حجاج میدن، به اکثر زبانها ترجمه شده و من میکردن از اینکه این کتابها را تحویل بگیرن، و حتی تهدید کرده بودن که اگر این کتابها رو با خودتون به ایران بیارید مشکل براتون درست میشه، نمیدونم تو فرودگاه بهتون گیر میدن، فلان میکنن. چرا باید در جایی که توحید اینقدر به راحتی منتشر شده ایران باید بترسه و نذاره مردم؟ به حال در ایران تونسته این صدا رو یه جورایی به نظر خودش خفه کنه و یک خفقان ایجاد کنه از طریق محدود کردن، فیلتر کردن، نمیدونم زندانی کردن، اعدام کردن. در ایران شاید تونسته این کارو بکنه، اما کسایی که از ایران خارج میشن دیگه اونجا خب این محدودیت ها نیست. چرا باز تهدید میکنه افرادو که نمیذاره اونجا هم این صدای توحید رو بشنون؟ و اگر حق با اوناست چرا میترسن؟ این ترس علتش چیه؟ من فقط یک آیه رو در تایید سخن شما میگم. بله. وقتی خدا میفرماد که من پیامبرم رو فرستادم با علم، بله، بالهدى و دین الحق، با علم و عمل، تا این دین بر همه ادیان برتری پیدا کنه. دین منطق و حجت هست و دین عمل هست. بله. بعد میفرماد که اگر چه هم یه گروه های خوششون نیاد، ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، اینه که خوششون نمیاد بعدشون میاد. بحث توحید هست، وقتی کسی موحد بشه دیگه تمام اون مزایایی که اون سران از به بردگی کشوندن دیگران میگیرن از دست میدن. مگر ابو جهل نمیدونست؟ واقعا نمیدونست معنی لا اله الا الله چیه؟ خیلی راحت میدونست. اعرابی اومد پیش رسول الله گفت که یا محمد الی ما تدعو، به چی دعوت میدی؟ رسول الله فرمودن که لا اله الا الله. گفت در این صورت که همه با تو دشمن خواهند شد، عرب و عجم با تو دشمن خواهند شد، چون دیگه فقط عبادت برای خداست. بین خودت و خدا واسطه قرار نمیدی. اینجاست که خب خیلی ها منافعشون از دست میدن، فقط از خدا پیروی میکنی، دین دین خداست، دی بندگی برای خداست، قانون قانون خداست. خب خیلی ها هستن که
دیگه اینا از دست میدن دیگه. آستان قدس رضوی باید تعطیل بشه کلا، فقط نه اینکه منافع مادی اون چیزها رو ما در ایران میبینیم، شما در مصر، در آفریقا، در خیلی جای دیگه اینو میبینید، این مظاهر عبادت من دون الله متاسفانه منتشر هست و مختص یه جامعه، فقط یک جامعه نیست متاسفانه. ولی توحید اون چیزیست که خدا پیامبرش رو برای اون فرستاده و اون چیزیست که ما برای اون خلق شدیم و همه پیامبران هم برای دعوت دادن به توحید اومده. خانه کعبه هم که درست شده برای دعوت دادن مردم به توحید است و یادآوری اون هدف هست. استاد عباد، من میخوام در مورد سنت فراموش شده در جامعه خودمون و خاصتا جامعه ایران و افغانستان و تاجیکستان حرف بزنم. من چیز جالبی رو اینجا بر حال و فکر کنم در خیلی از کشورهای اسلامی دیگه هم این کار انجام بشه، اونم اینه که در خیلی از پاساژهای بزرگ به اصطلاح ایرانی صدای تکبیرات رو بر حال گذاشتن و مردم که میرن بر حال درست خودشون نمیگن ولی خب به صورت حالا بلندگوهای اسپیکرهای این صدای تکبیرات رو ما میشنویم مرتب داخل این بازارها و این پاساژها و این مکانهای سرپوشیده. حالا از اون طرف هم حادثی داریم که صحابه میرفتن داخل بازار و هیچ کاری هم نداشتن، فقط این تکبیر رو میگفتن برای اینکه مردم هم با اونا همراهی کنن. اینو من میخوام به عنوان یک سنت فراموش شده شما به حال متذکر بشید و باید چیکار کنیم که این سنت ها زنده بشه در جامعه خودمون، در جامعه فارسی زبان، حالا در ایران باشه، افغانستان و تاجیکستان. قبل از یک تماس رو بگیریم بعد انشاءالله برمیگردیم. آقای عبدالله از ایران. السلام علیکم ورحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای عبدالله عزیز بفرمایید. عزیز شما هم تبریک هستم، همش ما از این فضائل و برکات این برگزار بشیم انشاءالله. اما متاسفانه خود من ناراحت کرد استاد عزیز در سفارت مسیحی بود که جناب شیخ سید شیعه رو تکبیر دادن، نمیخوان دستونی آقا عبدالله. من صدای شما رو متاسفانه خوب ندارم، اگر بتونید زحمت بکشید و دوباره تماس بگیرید صداتون خیلی قطع و وصل میشه، برای اینکه جاتون رو تغییر بدید خیلی ممنون میشم. آقا عبدالله عزیز الان صدا بهتر انشاءالله. بفرمایید الان خوبه صدا انشاءالله. بفرمایید. بله الان خوبه. بله، عرض کردم که واقعا در چنین روزی دیگه فکر کنم جاش نبود که یک بار دیگه جنابش این بار شیخ سادس بیان شیعیان رو تکبیر کنن و این مطلبی رو که ایشون فرمودند و من ترجمه‌اش از کانال کلمه به صورت همزمان داشتم گوش می‌کردم، شیخ خدمتی ترجمه کردن که کسانی که میان و در حج شعار سیاسی میدن خود یه متأخر منظور چه کسانی هست؟ منظور شیعیان هستشون مراسم دقیقاً چی گفتن آقا عبدالله عزیز میتونید بگید دقیقاً شیخ سدیس چی گفتن؟ من داشتم ترجمه همزمان رو گوش میکردم، آقای خدمتی ترجمه فرمودن، چون صدای عربی رو پخش نکردن. خب چی گفتن؟ حالا همین مطلبی رو که آقای خدمتی فرمودن همین رو شما بفرمایید دوباره تکرار کنید. بله، ایشون فرمودن کسانی که می اومدن و شعار سیاسی میدادن در زمان حج مرگ در آمریکا و انگلیس و اینها مسلمان نیستن. اون دیگه مشخصه منظورشون شیعیانه که می اومدن برای اسلام برایت از مشرکین انجام دادن. یلا امسالی که دیگه شیعه نبود فکر می‌کنم جاش نبود. دو سه روز قبل هم آقای آل شیخ اومدن تکفیر کردن، گفتن ایرانی ها مسلمان نیستن. نه نگاه کنید، من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم آقای عبدالله. من نه دفاع از بگیم شیخ سدیس، نه آل شیخ، نه هیچ کسی دیگه میکنم، اما دوست دارم واقعیت ها رو بگیم. جناب آل شیخ اینجوری که شما میگید نگفتن، ایشون در جواب حرفایی که خامنه ای بر حال زده بودن و توهین هایی کرده بودن، بر حال مفتی عربستان سعودی هم دقیقاً جواب حرفای بگیم خامنه ای رو داده بودن و خطابشون مستقیم مردم ایران نبوده. و مطمئن باشید اگر عربستان سعودی بگیم ایران یا شیعان رو تکفیر میکرد، اصلا نمیذاشت پا بذارن به حج. الان تقریبا نزدیک 700 نفر از ایرانی هایی که خارج از ایران بودن رفتن در حج هستن، حضور دارن و بگیم حکومت عربستان سعودی هیچ مشکلی نه با ایرانی بودن نه با شیعه بودن اصلا با این قضیه نداره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که یک عده
که متاسفانه حاکمیت هم دست اوناز میخواستن از حج بهره برداری های سیاسی و استفاده های سیاسی و شخصی بکنن و خودشون رو که در جهان منفور شدن مطرح کنن با بدعت های مثل براءت از مشرکین و نمیدونم این چیزایی که درست کردید و نه در دین شیعه بوده و نه در بگیم اهل تسنن چنین چیزی وجود داره، میخواستن با این چیزا خودشون رو مطرح کنن و آل شیخ هم اینجوری نگفتن که ایرانی ها مشرک هستن. ایشون در جواب خامنه ای که توهین هایی کرده بودن و خطابشون هم به ایشون بود این حرفا رو زدن. ممنون از شما آقا عبدالله عزیز، موفق و معید باشید، خدایا رو نگهدارتون. خب در خدمت شما هستیم در مورد این سنت فراموش شده. همچنان که قبل از این جناب استاد اشاره فرمودند، از اعمال این روزها که اصلا از اول ذی‌الحج شروع میشه، یکی از خصلت‌های این ایام همون تکبیره. تکبیر، کلمه تکبیر، الله اکبر گفتن. و این در ما به دو نوع تقسیم کرد میشه، یا فقهایمون به دو گروه به دو نوع تقسیم کردن، مقید و مطلق. و اینکه مطلقش در هر جا در سر کار رفتن، اومدن، برگشتن، خونه نشستن، به هر حال این تکبیر رو گفتن سنت هست از همون اول ذی‌الحجه که تا ایام تشریق آخر، ایام تشریق ادامه پیدا میکنه. و اما مقیدش که معمولا از امروز صبح، از بعد از صبح شروع شده، بنا به قول مشهور علما از روز عرفه بعد از فجر شروع میشه تا آخر ایام تشریق. اما اون چیزی که اشاره فرمودید، بله، این سنتی است که متاسفانه ترک شد در خیلی از کشورهای مسلمان و در بین ما مسلمان ها. و اون چیه؟ سر دادن ندای تکبیر در هر جایی که میخواد باشه، در سر کار باشه، در منزل باشه، انسان در مسائلی که براش پیش میاد، حالا صورت ناگهانی باشه یا در نشست و برخاست ها باشه، در سفرها باشه، همون تکبیر که در از سنت و ما بیش دعوت شدیم و این از شعار این ایامه و از شعار مسلمان هاست، که همچنان که اشاره فرمودید خودتون، بزرگان صحابه در ایام رسول الله صلی الله علیه و سلم و در یا و در بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم این ندا رو میدادن و و بازار با صدای اینها تنین عجیب پیدا میکرد و اینکه همه با هم ملت که در اونجا بودن با هم چی در رد تکبیر اونها تکبیر میگفتن. این سنتی هست که متاسفانه در بین ما از بین رفته، که میبایستی روش کار کرد، میبایستی به مردم فهمون که این خیراتی است که حقا از ما چیه، متاسفانه ما ازش محروم شدیم. اینطوری است که فقط بگیم این شعار دین هست و بس، نه، بلکه عزت مسلمان هست، بلکه اجر و پاداشی است برای ما مسلمان ها که ما حالا ناخودآگاه این رو از دست دادیم. به نظر شما علما کمکاری نکردن که این سنت های فراموش شده بدون رو... شک ببینید، فوت یک از سنت ها که در مقابلش یک بدعتی داخل میشه، این از تساهل بعضی از علما است و عدم درست کار کردنه. حالا امیدوارم که به هر حال بتونن علمای ما و طلاب ما به هر حال این سنت هایی که از دست به هر حال، یا اینکه بگم حالا خیلی ضعیف شده، حالا نه اینکه بگیم حالا فوت شده، فوت نشده ان شاء الله تعالی، اما کم رنگ شدن، اون رو بتونن از نو اون رو ان شاء الله ببارن ان شاء الله. جالب، این بحث تکبیر رو مطرح کردید. بله. بعد چند یه سه روز پیش بازی امارات و استرالیا بود. بله. قبل از بازی بازیکن‌ها جز تماشاچیان همه تکبیر گفتن. بله. خب ما هم متأسفانه در تهران تماشاچیان فوش میدادن و حاشی میکنن به عرب ها بد میگفتن. پس دقت کنید، این در یک جامعه وقتی جا میفته خیلی زیباست. الان به جای بد گفتن، فحاشی کردن، طرف در این ایام مبارک میاد لبیک میگوید، تکبیر میگوید، یکی هم میاد برای فحاشی کردن. استاد متاسفانه نمیدونم بگم این برمیگرده به ضعف فرهنگی ما، به ضعف فرهنگی حاکمیت، یا واقعا این قضیه عقیدتیه که از بچگی بر حال هر کسی که تو ایران بوده با این کلمات یه جورایی همه رو بار آوردن. وقتی از کتاب‌های درسی، الان من اتفاقا پریروز بود از کتاب سوم دبیرستان، کتاب بینش اسلامی سوم دبیرستان، مطلبی رو برام فرستادن که دقیقاً توهین کرده بود به عرب‌ها، که عرب‌ها رو نمیدونم فلان بی فرهنگ فلان اینا. خب وقتی من این که دارم درس میخونم
از طرف حاکمیت، از طرف آموزش و پرورش دارم اینجوری آموزش میبینم و دارم اینجوری پرورش میابم که باید توهین کنم به عرب ها، باید توهین کنم به ترک ها، باید توهین کنم به کرد ها، باید توهین کنم به لور ها، هر نمیدونم صفحه جوکی که درست میشه باید حتما توهین هایی به اقوام ایرانی و غیر ایرانی وجود داشته باشه. خب به غیر از این چیزی بار نمیاد. اصلا در خود حجی که اهدافش همین هست، وقتی اجتماع مردم و همه با لباس سفید بودن همزمان حرکت میکنن، لبیک گویان، تکبیر گویان، خب اینها میخواد اون اختلافاتی که در بین جوامع هست، چه از نظر رنگی، چه از نظر طبقاتی، اینها از بین برداشته بشه. رسول الله در همین ایام مبارک در این در حجۃ الوداع تأکید کردن بر این که هیچ فرقی نیست بین انسان ها مگر با تقوا. معیاری نیست که تو ایرانی هستی یا عرب هستی، تو سفید پوست هستی یا سیاه پوست هستی، این به هیچ عنوان معیار نیست. خدا فرموده که این معیارها یک ما قرار دادیم فقط برای اینه که همدیگر رو بشناسیم، لتعارفو، بس تعارف هست، همدیگر رو شناختن هست، نه اینکه بخواد برتری بودن و بر حالا نژاد باشه یا رنگ باشه یا خونش باشه یا کشور باشه. هیچ کدام اینها در درگاه خدا اعتباری نداره، بلکه برعکس تأکید شده آقا مسئله بندگی برای خداست. به همین جا هست که در همین حجۃ الوداع فرمان که حتی اگر یک برده حبشی که بینیشو بریدن حاکم شما شد اطاعت کنید، تا زمانی که چی داره به قرآن عمل میکنه. خیلی جالب است، میگه حتی یک برده حبشی بینی بریده هم که کمترین شما... جایگاه آره رو داره در جامعه، اصلا در جامعه یه برده باشه بعد بینیش هم بریده باشه، خب در جامعه که بعد سیاه‌پوست هم نیست، یه جامعه که مثلا سفیدپوست هستن یه سیاه‌پوستی باید حکومت کنه با این برده هم باشه بینیش هم بریده باشه، بعد میگه اطاعت کنید تا زمانی که داره به قرآن عمل میکنه، چون معیار بندگی میشه، عمل کردن به دین خدا میشه. حالا من بگم که من از فلان کشور هستم، من عرق فلان دارم، من تمدن چند صد ساله دارم، هزار ساله دارم، اینها هیچ وقت برای من چیزی نمیشه. روز قیامت من که برانگیخته میشم و کل ماتی یوم القیامت، فردا تک تک من میسنن سوال میکنم چه خدمتی کردم، چی کار کردم، در بنده خدا بودم، بنده خدا نبودم، تمام اعمال ازم سوال میشه. حالا اگه اون چیزی که اشاره کردم، من فقط خیلی گذرا بگم که مثلا نمیشدن عربی بی فرهنگ، خب مگه از چه لحاظ شما میگید بی فرهنگ بودن؟ خب معیار فرهنگ بودن چیه؟ این همین ما در کشورهای دیگه داشتیم بگی. مگه در ایران خودمون ازدواج با محارم نبوده، با مادر، با خواهر، با کسان دیگه؟ مثلا مزدک معتقد بوده که بایستی تساوی باشه، اشتراک باشه در این چیزا. بله. مانویا به همین صورت. آقا علی از ایران بیننده بعدی ما هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا علی عزیز سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بنده هم این روز عرفه رو به همه مسلمین جهان تبریک عرض میکنم، انشالله که این روز عرفه روز باشه که به واسطه این روز خدا گناهان همه ما رو ببخشه. اما در رابطه با بحث روز عرفه من یک مسئله رو خواستم مشارکت کنم تو برنامه‌تون. من روایتی رو دیدم در سنن نسائی با سند صحیح که ابن عباس گفت در عرفات بودیم و مردم تلبیه نمیگفتن. گفتم دلیل چیه؟ گفتن چون از معاویه میترسن. ابن عباس اومد بیرون و تلبیه رو گفت و گفت به درستی آنان سنت رو از روی دشمنی علی ترک کردن. خواستم روزی عرفه یادی باشه از مظلومیت امیرالمومنین که به هر حال صحابه به دستور معاویه به خاطر بغض امیرالمومنین سنت پیامبر رو ترک کردن. اگر در رابطه با این سوال من هم شما یک جوابی بدید به هر حال ممنون میشم. اینجا من اینجا این رابطه چشم انشاءالله از سوالتون رو مطرح میکنیم. ممنون، متشکرم. خدا یار و نگهدارتون باشه. این روایت سندش هم صحیحه، این رو هم بگم خدمت اساتید. چشم ان شاء الله. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه آقا علی عزیز. آقا امیر از سوئد. الو. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قربان در رابطه با عید قربان خواستم ازتون یک سوال کنم. بفرمایید. اگر ما به جای قربانی پول همین قربانی رو ما چون در مملکت سوئد هستیم نمیتونیم راحت قربانی کنیم، پول درست. اینو بفرستیم مثلا افغانستان به یک خانواده ای که اینا
خرج یک ماهشان با این پول بگذرانند. آیا فضیلت این درست است یا فضیلت قربانی درست است؟ بله متوجه سوالتون شدم، خیلی ممنون آقا امیر عزیز از سوئد. ممنونم قربان، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب تماس بعدی هم میگیریم. آقا امیر از سوئد بودن بیننده قبلی ما که زحمت کشیدن و تماس گرفتن. استاد حسینی عزیز، قبلش البته میریم خدمت استاد عباد و این سوال فقهی رو از ایشون میپرسیم. اگر شخصی در سوئد زندگی میکنن و امکانات قربانی کردن براشون میسر نیست، حالا پولو میفرستن اونجا براشون قربانی نشه، فقط پولو میفرستن اون خانواده به هر حال خرج زندگی خودشون بکنن، آیا این فضیلتش بیشتره یا اینکه پولو بفرستن و اون خانواده قربانی کنن؟ این که ما صدقه رو و کمک رو به دیگران به مسلمانان کردم، این رو بد نمیدونیم، این جای خودشو داره و این ثواب خودشو داره و این اجر خودشو داره و شعاراتی که وجود داره در دین اینا هم جای خودشو داره. نگفته نموند که هر زمانی یک شعار مخصوصی به خودش داره که فعل اون عبادت در اون زمان هیچ چیزی نمیتونه ارزش اون فعل رو داشته باشه. مثلا قرآن خوندن عبادته، هنگامی که مؤذن داره اذان میگه، کسی مانند اذان مانند مؤذن بعدش تکرار کنه اون الفاظ رو همچنان که در حدیث اومده، بعد همون دعا بخواد، دعا بخونه، دعای بعد از اذان، مطمئنن هیچ ثوابی به اندازه ثواب این نیست. آخه درست قرآن خوندن عبادته، اما سنت اینه که هنگامی مؤذن داره اذان میگه قرآن رو قطع کنه، چیه جواب بپردازه، جواب اذان رو بده. بله صدقه دادن درسته، یک حالا خانواده‌ای رو از مخمسه نجات دادن ارش اجر زیاد هست، کسی این کار نمیکنه، اما شعار قربانی با این طریق احیا نمیشه. ببینید ما سنتی که در اسلام قربانی کردن الان سنت یا واجب نه برای ما؟ جمهور علما بله. جمهور علما در بر سنت بودنش هستن، این سنته، بنابی که من اراد ان یضحی، فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله، کسی که بخواد قربانی کنه باید این امر رو انجام نده، مثلا بله. دست و پوزش این چیز نگیره. اما بعضی از علما، بعضی از فقها بر اینن که واجبه، زیرا که باز احادیث داریم که کسی قربانی تونسته بکنه نکنه با ما نماز نخونه. بله بله دلیل ادلهی وجود داره، اما از مستحبت و مؤکد بودنش چیه کاسته نمیشه. طبعا این سنت بسیار مستحب هست. اینجاست که ما میگیم اگر کسی میتونه قربانی کنه و این قربانی نکنه، بخواد قیمتشو پرداخت کنه به افرادی به عنوان کمک، نمیتونه این اجر رو چیه به دست بیاره، از اون اجر و اون ثواب که به هر حال در این نهفته هست شما چیه محروم شدید. قربانی نیست، قربانی نیست، قربانی نیست، صدقه است، صدقه است فقط. آقای احمدیان از سنندج. الو بفرمایید آقای احمدیان عزیز، در خدمت شما. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته خیلی ممنون متشکرم. و سلام و خسته نباشید خدمت تمامی شما زحمتکشان برنامه جهانی نور. من سوالم این بود که آیا برای روز قربانی از گوسفند مادر میشه استفاده شد؟ بله. سوال دیگه این بود؟ نه دستم در نکنه، فقط این سوالم. خدا یار و نگهدارتون آقای احمدیان عزیز. شما در نکنه، خسته نباشید، خدا حافظ. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد حسینی، برگردیم به سوال آقای علی که روایتی رو مطرح کردن که گفتن این روایت صحیحه و برحال ابن عباس روز عرفه دیدن که صحابه تکبیر نمیگن و سوال کرده چرا تکبیر نمیگی، گفتن از ترس معاویه. من بلستش اولا که بعد این روایت رو نگاه کرد در جز این که دوستمون نقل کنه یا چیز، بعد چرا ترس از معاویه باشه؟ ببین چون ترس از معاویه آیا باعث میشده که تکبیر نگن؟ مگه تکبیر چه ارتباطی با حضرت علی داره؟ شما وقتی میگید الله اکبر یا لبیک اللهم لبیک، چه ارتباطی اصلا با حضرت علی داره؟ این سوال هست که چرا اصلا میگه که به خاطر حضرت علی. خب اصلا ارتباطی نیست،
بگی وقتی من میگم لبیک اللهم دارم به علی لبیک میگم، یا وقتی میگم الله اکبر یا میگم که علی اکبر، اصلا معنی نداره. یکی اصلا خیلی این جای بحث مشکوک هست. این استاد حسینی یه مثلا دیگری هست که من اجازه میخوام در استاد حسینی شما خودید این شو فرمودن در روز عرفه و در صحرای عرفه. در شما میدونید که در صحرای عرفه الان مردم مشغول دعا هستن، نه مشغول تکبیر گفتن. ما تکبیر اونجا نداریم. قبل از اون در مسجد نمره بود که مردم با خطبه هستن و خطبه دارن میخونن، اما و بعد از اونم که مردم وارد صحرای عرفه میشن طبعا حالا فرض بله. فرض رو بر این بذاریم که این روایت هم درست باشه، چون متاسفانه اصل در اینا اینه که روایت ها رو قیچی میکنن، اصل در اینا بله. اینه که روایتی که ضعیفه یا اصلا هیچ سندی نداره میگن صحیحه و ما واقعیت امری نمیتونیم اعتماد کنیم به حرف ایشون متاسفانه. حالا فرض رو بر این بذاریم که این روایت صحیح باشه، اما این چیزی از فضایل صحابه کم میکنه؟ آیا آخر یعنی عاقبت صحابه چی شد؟ الله متعال در قرآن در مورد صحابه چی فرموده؟ نه اصلا نگاه کنید، من این جای بحث اینه که آقا چه ارتباطی دارد لبه گفتن، الله اکبر گفتن، تکبیر و حضرت علی؟ یعنی چرا معاویه من کنه اصلا بله. تکبیر گفتن چه ارتباط داره با علی که معاویه باید من کنه؟ گفتن که چون این حضرت علی دستور داده که تکبیر گفته بشه، گفتن فتوای حضرت علی بر اینه. مثلا نگاه کنید در این اولا که اگه حضرت علی هم گفته باشه، خب حضرت علی که پیامبر نیست. در روایتی که اتفاقا من این دارم خیلی جالب است، میگه که در خود وسائل شیعه هست، من لا یحضر الفقیه هم آورده، کشف الغمه هست، بهار الانوار هم آورده، که رسول الله فرمود ایها الناس انه لا نبی بعدی ولا سنت بعد سنتی، سنتی بعد از سنت من دیگه نیست. خب شما چی دارین؟ بعد از این روایتی که رسول الله صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع فرمود که بعد از من دیگه سنتی نیست، کسی نمیتونه یعنی منظور سنت یعنی کسی نمیتونه قانون گذاری در مسائل دین کنه. اگر پیامبر انجام دادند، خب پس اصحابم انجام دادند. پیامبر انجام ندادند، پیامبر اصحابم انجام ندادند. اگه حضرت علی بوده فرمودند، اجتهاد حضرت علی بود، اجتهاد حضرت علی سنت نمیشه، فرض نمیشه، واجب نمیشه، نمیشه که باقی مردم برداشت حضرت علی بوده. به حال باید این حدیث بررسی بشه. هر طور که باشه اصلا به شدت جای بحث است و اصلا قابل قبول نیست. خوستم روز عرفه روز دعا و ابتهال هست، روز آوردن روی آوردن به الله سبحانه و تعالی هستش. استاد عباد آیا جنسیت بگیم حالا نر یا ماده بودن حیوانی که قربانی میشه تأثیری در حکم قربانی داره؟ تأثیر در صحت قربانی نداره، معنی نداره که این میشه. اما اگر که طبعا حالا نر باشه ذکر باشه بهتره، زیرا که در لفظ حدیث اومده که در اجر وقتی که رسول برای ما چی فرمود، رسول که در اشعارش و در قرونش در اینا همه چیه اجر و ثواب هست. پس یعنی شاخ داشتنش باز یک مزیه هست در قربانی دادن و الا مانی نداره، فرقی نداره و فرق قربانیشون درسته. آقای مجید از ایران در خدمت شما هستیم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما. ببخشید من این تماسی که آقای علی آقا از ایران گرفتن و توضیحات کارشناساتون رو دیدم. بله. و رفتم صحیح سنن نسائی رو با تصحیح بله. آقای البانی چاپ مکتبۃ المعارف ریاض بله. چاپ اول 1998 میلادی بله. دیدم جلد دو صفحه 343 حدیث 3006. من متن حدیث رو میخونم براتون بعد بله. تصحیح البانی رو هم میخونم براتون دیگه. بله بفرمایید. روایت مفصل از جمله میرسه به سعید ابن جبیر، قال کنت مع ابن عباس به عرفات فقال ما لی لا اسمع الناس یلبون قلت یخافون من معاویه فخرج ابن عباس من فسطاته فقال لبیک اللهم لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. تعبیر رو دقت کنید بله. میگه انهم قد ترکوا السنه من بغض علی،
اولا پس این که کارشناسون گفتن تکبیر چه ربطی داره، اینجا تلبیه است نه تکبیر. نکته دوم اینه که آقای البانی ذیل این سند میگه صحیح الاسناد، آدرسش هم عرض کردم خدمتتون، بله. از چاپ مکتبة المعارف ریاض، صحیح و سنن نسائی. نکته سوم اینه که باید از آقای نسائی و شما بپرسیم که چرا من بغض علی، یعنی این آقایون ترک کردن تلبیه رو به خاطر چی؟ به خاطر بغض علی. خب شما تو صحیح مسلم دارید که کنا نعرف المنافقین فی عهد النبی به بغضهم لعلی علیه السلام. شما اینا اگر منافق بودن، چون تو صحیح مسلم داره دیگه، بله. این جای بحث نداره که تو صحیح مسلم شما دارید الان شما آقا مجید میگید این کسا این صحابه هایی که بودن الان اینا منافق بودن طبق این فرمایش شما. ببینید من این رو نمیگم، میگم آقای نسائی با سند نه الان برداشت نگاه کنید آقا مجید، من بازم میگم چون اولا برنامه ما حالا موضوعش این نیست، به این بس کشیده شد، خب این خودش یک مسئله جداگونه ای، اما اینو خدمتتون عرض کنم، باید این حدیث اولا بررسی بشه و به ادعای شما نیست، اینو من به صراحت بگم، به ادعای شما نیست. شما الان بیایید بگید اینجا بله در سنن نسائی این اومده، شیخ البانی اینو گفته، فلان کس اینو گفته، این ادعای شما باید ثابت بشه و بررسی بشه. پس همینجوری نمیشه که شما هر مطلبی رو که بخواید بفرمایید و ما هم بگیم بله شما درست میفرمایید. به هر حال ممنون از تماستون، انشالله از کارشناسان مطلب شما رو میپرسم. خدا یار و نگهدارتون. آقا مجید عزیز از ایران بودن. خب برمیگردیم خدمت کارشناسان محترم برنامه. استاد اگر اولا که قبل از این که این سنگ اندازی برادران دقت کنیم، آن روز روز عرفه است، درسته؟ مردم در سر عرفات هستن و چقدر در مورد فضیلت عرفات اومده و ارزشی که داره و الحج و عرفه، اما الان 1 میلیون ایرانی رفتن به عراق برای اینکه روز عرفه در کنار قبر حضرت حسین باشه، که اولا اینجا که معلوم نیست قبل حضرت حسین باشه و به یقین که نیست، همطور که به یقین اینجا قبر حضرت علی نیست، بله. نه قبر حضرت علی مشخص است و نه قبر حضرت حسین رضی الله عنهما. نه کنید حضور در عرفه چقدر ارزش داره؟ پیامبر فرمان که الحج و عرفه. 1 میلیون از ما باید بریم، از ایرانی ها برند در عراق و در کنار قبر حضرت حسین عرفه را بگذرونند، با توجه به این که روایت های متعددی که هست که همیشه سعی شده متاسفانه قبر را و عرفه گذراندن در کنار قبر حضرت حسین و از مناسک حج، یک منسکی که در قرآن اومده، چقدر بر آن تاکید شده، پیامبر فرمودن در حجۃ الوداع 124,000 نفر شرکت کردن، فرمودن که الحج عرفه، میخوان بدین وسیله حضور در کنار قبر حضرت حسین و برتری بدن بر حج، میخوان مردم رو از حج رو باز دارن. من تعجب میکنم با اینکه در روایت هاشون هست که کسی که در کنار قبر حسین عرفه کنه، عرفه رو بگذرونه در اونجا، چقدر اجر و پاداش داره، برابر حتی نزدیک 1 میلیون اومده حج و عمره با حتی با پیامبری، حتی با غزوه و جهادی در کنار یک پیامبری و یا امام معصومی هم اجر و پاداشش بیشتره. این همه اجر و پاداش براش قرار داده شده، اضافه این که در روایاتشون اومده که خداوند اول به زوار قبر حسین نگاه میکنه و بعد به زوار خانه خودش. خب اینها همه بدین وسیله متاسفانه سعی شده که مردم از حج باز دارند، به شدت روی این قضیه کار شده که مردم را از حج و از ارتباط با توحید، سرزمین توحید باز دارند. بله استاد اگه اجازه فرمایید تماسی رو بگیریم، بعد انشالله خدمت شما برمیگردیم. آقای فاروق از ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان تصویر منم بدن. بله. آقای فاروق بفرمایید. خسته نباشید قربان. خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید. قربان، من به این روز عرفه با این به جای اینکه این آقایی که تشریف نامبارکشان میان به جای اینکه شعار روز عرفه رو بدن، دعای روز عرفه رو بگن، دم از علی میزنم. به الله شما دشمن علی هستی. خدا با خاطر آبروی محمد، اگر هدایت میشن هدایتشان کنه، اگر هم هدایت میشن خدا نابودشان کنه. روز عرفه ما رو خراب کرد. خدا یار و نگهدارتون باشه آقا فاروق عزیز. به هر حال اینا کارشون همینه، چون نمیخوان مردم با توحید آشنا بشن و فقط میخوان مردم در همون جهل و شرک و خرافات و قبر پرستی بمونن، میخوان به هر طریقی مردم رو دور کنن از این قضیه. و اینو ما در برنامه‌های مختلف دیدیم و تجربه کردیم. وقتی موضوع یک چیز توحیدیه، ما در برنامه‌های رمضان من اینو خودم یعنی کامل احساس کردم و کامل اینو مشاهده کردم که موضوع ما فقط قرآن بود. ما میخواستیم فقط در مورد قرآن حرف بزنیم. ماه نزول قرآن بود، میومدن بحثای دیگه ای رو مطرح میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم دور بشن از قرآن، به خاطر اینکه مردم رو اینجوری حالی کردن که شما قرآن رو نمیفهمید، شما این قرآن برای شما قابل فهم نیست، برای اینکه مردم رو دور کنن از قرآن. و دقیقاً همین الان هم همین کار رو میکنن، برای اینکه مردم رو بفرستن به قبر پرستی، به از توحید دور کردن، میان این کارا رو انجام میدن. و این یک چیز طبیعیه و به حال خودشون هم ضرر میکنن در واقع، چون مطمئن باشید مردم بسیار فهیمتر و بسیار آگاهتر از این هستن که با این حرفا و با این سنگ اندازی ها از توحید و یکتاپرستی دور بشن. مسئله هست بس صحیح الاسناد بودن. بله. به معنای این نیست که دیگه حدیث صحیحه، چون ما دو چیز داریم، یکی سند داریم، یکی متن. بله. وقتی که گفت صحیح الاسناد یعنی سندش درست، معنا این نیست که متنش هم درست باشه. درست. این یک قضیه. انشالله این حدیث رو من بیشتر در موردش حرف میزنیم. این یک قضیه. بله؟ قضیه بعدی اینه که نگاه کنید، بحث بغض رو مطرح کرد. بله، اونی که اهل دین نیست، اهل ایمان نیست، بله خب علی بغض علی رو داره، ولی وقتی در مسائل سیاسی با هم دوچار یک اختلافی شده بودن، خب این که دلالت بر نفاقشون نمیده. با حضرت ازن حضرت علی رضی الله عنه با یارانشون با اهل شام درگیری داشتن، هیچ وقت همدیگر رو تکفیر نکردن. حضرت علی هم هیچ وقت اونها رو تکفیر نکرد. شما یه جایی ببینید که حضرت علی رضی الله عنه اهل شام مسلمان ها رو تکفیر کرده باش، تکفیر نکرده. پس اینها منافق نبودن، ولی درگیری داشتن. در موقع درگیری ها خب این بغضی که اینا میاد، یه زن و شوهری که با هم هم زندگی میکنن، این وقتی ناراحت میشن بغضگینه هم دیگه به دل میکنن. اختلافات سیاسی بوده، عقیدتی. آره، منظور اینه که آیا این معناش اینه که این دیگه کافر شدن؟ نه بابا، با هم یه اختلافاتی داشتن، ناراحتی هایی داشتن. مردم به خیال این که حالا چون معاویه با علی درگیری داشته، خب این اونجا که همه صحابه که نبودن، خیلی هم دیر بوده دیگه. بله. تعداد اندکی از صحابه مونده باشن. خب برداشتشون این بوده که حالا بخواد این که با علی درگیری داشته، خب بعد این مسئله بود که چه ارتباطی داره لبیک گفتن با حضرت بوده. علی رضی الله عنه با معاویه. آقای ایرانی از ایران بیننده بعدی ما هستن، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام میکنم و روز عرفه رو تبریک میگم، همچنین عید قربان رو خدمت همه مسلمانان دنیا، و التماس دعا دارم از همه مسلمان. بفرمایید. و عرض میکنم که در باب مطلبی که الان فرمودید، در راستای معرفی اسلام و گرایش به توحید که از بهترین بحث هاست و خدا انشالله دل ما رو به اسلام و به حقیقت روشن بگرداند. آمین. در پناه تعالیم محمد مصطفی و آل بیت او. اما این که می فرمید که معاویه چنین گفت و حضرت علی امیرالمومنین چنان فرمودن، دوستان صحبت سر این است که آیه ایرانی آیه غلامی از ایران،
بفرمایید آقای غلامی عزیز. آقای ایرانی حتما تماس بگیرید، دوست داریم حرفای شما رو بشنویم. آقای غلامی عزیز از ایران بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. ایران به شما تبریک میگیم. خواهش میکنم بفرمایید. من غلامی هستم، مهاجر افغانی. بله. شما درباره توحید گفتید، قبر پرستی، توحید، توهین به اقوام. کلاس سوم که من فرزند من کلاس سومه. بله. بیرون درس بخونم. یارش نگاه کردم تو کتابش ندیدم توهین باشه به عرب ها. یه مطلب کتاب نگاه کنید، کتاب بینش اسلامی صفحه 100 اگر اشتباه نکنم 74 یا 194 سوم دبیرستان. خب من انشالله تو برنامه بعدی سعی میکنم عکس این مطلب رو بهتون نشون بدم. خب بفرمایید حالا. بله. بعدش بعد از شما که عرض کنم چند روز پیش که اطلاع داری که البته آقای غلامی نگاه کن، حالا من بخوای کتابو بذاریم کنار، تو همین بازی ایران و قطر یک توهین هایی رو متاسفانه به عربا کردن که واقعا آدم روش نمیشه این حرفا رو بزنه. البته در فرهنگ بعضی این کلمات خیلی عادیه و شاید پیش خانواده هاشون هم این حرفا رو بزنن، حالا من کاری به اون ندارم. شما اینو چیکار میکنید؟ اینو به قول معروف کجای دلتون میذارید که در یک بازی فوتبال که هدف ورزش چیز دیگه ای نیست بجز دوستی و محبت و یک رقابت سالم، شما میایید توهین میکنید به نمیدونم مادر عرب ها. اینو دیگه فکر نکنم بتونید انکار کنید. در کشور امارات تکبیر گفته میشه در مسابقه فوتبال، اونجا به مادر عرب ها فوش میدید و ناسزا میگید و اینم بس دفاع از عرب یا عجم یا کرد یا لرد یا بلوچ نیست. این ما داریم روی این حرف میزنیم، چرا باید این همه فرهنگ فوش و بد و بیرا متاسفانه در بین ما ایرانیا وجود داشته باشه. ممنون آقای غلامی عزیز. آقای محمد از نروژ آخرین تماس ما باشه چون وقتمون 2-3 دقیقه بیشتر نمونده. آقای محمد عزیز از نروژ سلام دارم خدمتتون، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نگاه کن اینا اومدن دوباره این قضیه رو به جای فضائل عرفه رو به جای دیگه بردم. بله. متاسفانه حالا کار ندارم، شما نتونستین درست بگیرید شو. بله. نگاه کنید، ما اگر فکر کنیم ما تمام از یک نفس متولد شدیم و بعد خانومش رو از همون نفس الله درست کرده، بعد تمام انسان ها رو از همین دو نفر تشکیل داد، یعنی ما همه خواهر و برادر هستیم. آخه چرا اینطوری جنگ و جدال بکنیم؟ تو سوره یوسف الله میفرماید که یعنی یعقوب علیه السلام میگه که بابا جان اینو نگو به برادرات که شیطان دشمن. نمیگه برادرات دشمن، میگه برادرات حیله میزن، چون مسئله حسادت شیطان از این مسئله استفاده میکنه، میونتون نفاق میندازه. بله. آخر سوره مبارکه هم همین قضیه رو یوسف علیه السلام میگه که شیطان ما بین ما این مسائل رو انداخت. الان وظیفه تو به عنوان کارشناس به نظر من اینه که نذاری اینا اینطوری بره. آقا محمد عزیز باور بفرمایید، موضوع ما مشخص بود و مطلبی هم که میخواستیم ارائه بدیم الحمدلله ارائه شد، اما واقعیت امر اینه که با این تماس ها یعنی افراد زیادی به توحید گرویده میشن و ماهیت این افراد برای همگان مشخص میشه، همونطوری که در قبل هم مشخص شده، و این تماس ها این کمک رو به جامعه میکنه که این افراد میان. ما در برنامه دیشب داشتیم مثلا یارو اومد یعنی اصلا فوش داد، علنا فوش داد، توهین کرد. خب اینا مردم خودشون میبینن، مردم خودشون میشنون این برخوردار رو میبینن و اینا رو مطابقت میدن با سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم، با احادیث پیامبر، با قرآن، میبینن که نه اسلام یه چیز دیگه است، اینایی که اینا میگن کامل یه چیز دیگه و متفاوته. و هدف ما هم همینه که مردم خودشون تشخیص بدن. ما اینجا به زور نیومدیم نه کسی رو مسلمان کنیم و اجباری هم در کار نیست، مردم خودشون همه صداها رو میشنوند. تماس شما رو شنیدن، تماس آقای ایرانی رو شنیدن، آقای فاروق، آقای مجید، همه صداها رو شنیدن و انتخاب نهایی با خود مردمه و خود مردم هم الحمدلله اینقدر
سهیم هستن که بتونن حق و از باطل تشخیص بدن. خدا یار و نگهدارتون. وقتمون کامل رو به اتمامه استاد، تقریبا 2 دقیقه 1.5 دقیقه مونده. اگر حرفای پایانی و جنبندی کلی داشته باشین در خدمت شما. چیزی نیست مگر این که ما متذکر بشیم این روز روز مهمی هست، روزی خصوصا در این وقت قبل از غروب که وقت نزول الهی است به آسمان دنیا، زمانی است که زمان مباهات، زمانی که افتخار میکنه به بندگان مخلص و که در حال عبادت و نیایش هستن. این لحظات رو به این سادگی از دست ندن، مشغول دعا و نیایش باشن، مشغول قرآن خوندن باشن، تا اینکه رحمت الله متعال شامل حال ما همه بشود انشاءالله تعالی. خیلی ممنون، متشکر. همچنان که تصاویر زیبایی رو هم از منا میبینیم. منا بله. عرفات. عرفات. بله. استاد حسین اگر شما جالبه بس عرفاته، ولی خب عرفات چون مرتبط با عرفات هست دیگه، چه ارتباط با حضرت حسین داره؟ شما برید روز عرفه در سر قبر حضرت حسین، 1,000,000 از ایرانو بفرستن برن سر قبر حسین به عنوان که روز عرفه است. خب روز عرفه در کجاست؟ عرفه در کجاست؟ عرفات در کجاست؟ مرتبط با چی هست؟ خب مرتبط با حج هست، با توحید هست، با سرزمین توحید هست. خب چه ارتباطی با حضرت حسین رضی الله عنه داره که مردمو بفرستن 1,000,000 از ایران بفرستن سر قبر حضرت حسین و این قدم فضیلت براش قائل بشن؟ متاسفانه. خیلی ممنون و متشکر از شما استاد های قبول زحمت فرمودید و در این برنامه مشارکت داشتید و همچنین شما بینندگان عزیز. تقریبا کمتر از نیم ساعت دیگه باز دوباره برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود تا آخر شب. باز در خدمت شما هستیم و فردا هم با ویژه برنامه ایدانه در خدمت شما حتما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون. لبیک اللهم لبیک، آمدم گرد هر اینت که طوافت کنم، آمدم بر تو توکل کنم، ان الحمد والنعمت لك، آمدم نزد تو آدم شوم، آمدم بندگیم را به تو محکم کنم، لبیک حجا حقا، آمدم تا به منا ما و منیت کشم، آمدم بوی خدا گیرم و اطهر شوم، لبیک ذا النعماء، آمدم دیو بدندیش خاکش کنم، آمدم بار دیگر نفس مکرم شوم، لبیک و سعدی، آمدم مست ز سرچشمه زمزم شوم، آمدم تا که به تکریم الهی رسم، لبیک اله الحق لبیک.